با برنامه این هفته نبض نسل نو با ما همراه باشید. خب بینندگان و همراهان برنامه نبض نسل نو، در این بخش از برنامه میرسیم به مصاحبه هفته. داشتم در ارتباط با مصاحبه هفته نشسته بودم، داشتم با قول اینوریا اینترو، با قول خودمون پیشگفتار رو می نوشتم. مصاحبه هفتمون این هفته اختصاص داره به زندگی زندانیان سیاسی پس از زندان. واقعا چه اتفاقی براشون میفته وقتی که از زندان آزاد میشن؟ زندگیشون چه شکلیه؟ تو ایران چه شکلیه؟ اونایی که از ایران خارج میشن چه شکلیه؟ و وقتی که داشتم به مهمان برنامه میپرداختم و اینی که کلن خب معمولاً از روی اون مدلی که برنامه سازی هستش اینه که خب بعد میشینی یک پیشگفتار در ارتباط با پیشینه مهمان برنامه و معرفی مهمان برنامه هم مینویسی. شروع کردم اینو نوشتن، بعد یه دفعه به خودم گفتم که خب این رو همیشه همه این کار رو میکنن، ما هم داریم تلاش میکنیم در برنامه نبض نسل نو یه خورده متفاوت باشیم و مهمان برنامه‌مونم کسی هستش که سالهای سال در موردش پیشگفتار زیاد گفته شده، در موردش چه در روزنامه‌ها و تلویزیون‌های خارجی و چه داخل ایران زیاد نوشته شده و نشون داده شده. بنابراین معرف حضور همتون هست. پس دیگه من چرا بخوام بیام دوباره از نو همون حرفای تکراری رو به عنوان پیشگفتار و معرفی مهمان برنامه بنویسم و اینجا برای شما از رو بخونم؟ پس راستشو میگم. راستش اینه که پارتی بازی همه جا هست، مگه نه؟ فقط که تو ایران نیستش. پارتی بازی تو اروپا، تو آمریکا، همه جا هستش. اینجا هم برای این برنامه، این هفته برنامه نبض نسل نو، برای در مورد مهمان برنامه پارتی بازی شده. اینم راستشه. و پارتی بازی این بوده که با ایشون من چند بار تماس گرفتم. البته خب در آمریکا نبودن، خارج از کشور بودن، در اروپا مسافرت بودن و همچنین یه خود در مورد مصاحبه کردن مردد بودند. دیگه یه خورده باشون صحبت کردم و بعد از یه شیوه دیگه استفاده کردم. شیوه پارتی بازی. شیوه اینه که گفتارم رو عوض کردم. ایشون رو میتونم بگم که من با ایشون همشهری هستم و از اون واژه‌های زبان دیگه‌ای که خیلی هم زبان زیبایی هست، زبان مازندرانی، تا اونجا که بلد بودم استفاده کردم و از ایشون دعوت کردم و گفتم خلاصه بیا خود پارتی بازی کن و همشهری بازی در بیاریم و بیا مهمان برنامه شو در مورد این موضوع با ما صحبت کن. آقای احمد باطبی، خیلی خیلی خوش بیمونی به برنامه نبض نسل نو. خانم تشکر کنم به که دعوت کردنی و فرصت دادنی بابت این برنامه. سلام میکنم خدمت شما و بیننده های گرامیتون و در خدمتون هستم. بسیار خوب، ازتون بسیار سپاسگزارم که در برنامه شرکت کردین، همینطور بینندگان هم. در صورت اونایی که مازندرانی بلد هستن، من بهشون خوش آمد گفتم، ایشون هم یک سلام علیک خودمونی مازندرانی داشتن. در هر صورت آقای باطبی، در مورد مسائل زندان همه با شما خیلی خیلی آشنا هستن. چه اتفاقی در دوران اصلا چی شد که دستگیر شدین، چی شد که زندان رفتین و تمام اینی که چه اتفاقی در زندان براتون افتاد، ولی از شما کمک میخوام که برای بینندگان ما به تصویر بکشید زندگی زندانیان سیاسی رو پس از زندان. وقتی که از زندان آزاد میشن، اون وقت زندگیشون چه شکلی هست؟ الهام خانم، شما سوالت خیلی کلیه، ولی من سعی میکنم یه به اصطلاح شمای کلی از پرسشی که کردیم بدم، بعد از توش میتونیم در بیاریم و به جزئیات بپردازیم. این موضوعی که خیلی کم بهش پرداخته شده، چه به لحاظ کارهای تحقیقی و چه به لحاظ حتی مصاحبه و این برنامه که چه اتفاقی برای زندانی ها بعد از زندان میفته. یه زندانی وقتی زندان میره، به هر حال بخشی از زندگی شخصیش صرف منافع اجتماعی میشه و از به اصطلاح زندگی خودش جدا میشه، از آینده‌ای که داره، از منافع فردی که داره جدا میشه. وقتی وارد اجتماع میشه تو جوامع مختلف متفاوته، یعنی جای مختلف دنیا زندانی سیاسی باش برخورد متفاوتی میشه. مطور به طور مشخص در کشور ما عموما، هم برای خودم چیزی که شاهد بودم، هم برای دوستانی که از زندان بیرون اومدن،
دچار مشکلاتی شدن، هم به لحاظ درک اجتماعی، یعنی چقدر اجتماع از اینا توقع داره یا درک میکنه که اینا تو چه موقعیتی قرار دارن، و همین که خودشون به لحاظ فردی دچار چه تحولی میشن، حالا تحول مثبت و منفی، و از این مسیر زندگیشون به چه سمتی میره. حالا شما اگر این مقدار جزئیات بیشتر بپرسید یا موضوع خاصی مد نظرتون باشه، من میتونم با جزئیات بیشتری بهتون بگم. خیلی ساده، دقیقا درست میگی، خیلی کلی بودش، حالا بریم تو وارد جزئیات بشیم. خیلی ساده، کلا وقتی که یک زندانی سیاسی آزاد میشه، نخست خب باید یا ادامه تحصیل بده اگه دوران تحصیلش رو داشته میگذرونده، و یا اگه کار میکرده برای مؤسسه خب باید شاغل بشه، کار کنه. آیا براش امکان داره برای ادامه تحصیل چه شکلیه؟ میتونه برگرده دانشگاه؟ معمولا اون چگونه است؟ و یا اگر میخواد برای مؤسسه ای کار بکنه، آیا این مؤسسه بهش کار میده، یا اینکه از این میترسه که زیر ذره بین بره؟ دنبال واژه ذره بین میگشتم. متوجه فهمشتون شدم. ببینید، برخوردی که در دهه 60 و دهه 70 با زندانیان سیاسی میشد، با برخوردی که در دهه 80 و حتی الان هم تداوم داره، این به اصطلاح مقدار متفاوت بود. کسایی که از زندان بیرون می اومدن عموما دیگه اجازه تحصیل نداشتن و اجازه اینکه بتونن زندگی عادی داشته باشن، حتی به لحاظ شغلی در جایی که دولتی یا حساسه یا مرتبط با دولت و مشکل مواجه بودن قطعا. اما در سالهای بعد از دهه 70، مثلا 81-82، من شاهد بودم که خصوصا در دوره اصلاحات، من شاهد بودم که یک مقداری این نگاه متعادل‌تر شده بود و دو طیف از زندانیان سیاسی میتونستن وارد دانشگاه بشن و درس بخونن. طیف اول، طیفی که یعنی در منظورم خارج از زندان است، یعنی وقتی آزاد میشدن میتونستن درس بخونن. یک طیف، طیفی که نهادهای امنیتی مطمئن بودن که اینها در دانشگاه رفتار متناقض، متفاوت با دانشجوی دیگه و علیه رژیم ندارن، و یک طیف دیگه هم این که اونهایی که حاضر شده بودن به نفع حکومت در دانشگاه فعالیت بکنن. یعنی این دو طیف میتونستن وارد دانشگاه بشن و درسشون رو ادامه بدن، در غیر اون صورت ممنوع شدن از تحصیل. من تجربه‌ای که خودم داشتم و دیدم از آدمایی که به سال داخل ایران بودن و دوستانی که آزاد شدن، در مورد شغل ولی متفاوت بود. عموم اینها با مشکل مواجه بودن، یعنی یا با حکم قضایی ممنوع کار می‌شدن، مثل مثلا خیلی روزنامه نگارایی که با حکم دادگاه دیگه نمیتونن فعالیت اجتماعی و مطبوعاتی بکنن، یا به توصیه نهادهای امنیتی از محل کارشون اخراج میشدن یا استعفا داده میشدن، یا اگر به اصطلاح سنشون بالاتر بود اینا بازنشسته میشدن، و در شغل آزاد عمومشون میتونستن وارد بشن. ولی خب اون محدودیت هایی که شما میدونید که به حال طبیعی هم هست، نهاد امنیتی قائل میشه برای این آدم ها، قطعا بود. میخواستن مجوزی بگیرن، میخواستن کارت بازرگانی بگیرن، یا هر چیزی که یک فعالیت اقتصادی در داخل ایران داشت، به اصطلاح این محدودیت براشون به طور عام بود. این به من میگین که وقتی که یک زندانی سیاسی آزاد میشه، در واقع به راحتی نمیتونه به زندگی روزمرهش بپردازه. حالا میگی مثلا اون زندانی سیاسی امکان داره زن و بچه داشته باشه، یا اینکه از نظر خلاصه اینی که به نوعی باید امورات زندگیش بگذره دیگه، این در واقع به وارد یک محدود یک جایی میشه که محدودیت های بیشتری، حالا شاید اون میله ها به دورش نباشن، اما محدودیت های بیشتری، با محدودیت های بیشتری مواجه میشه. فهمشون صحیحه. من عرض کردم خدمتتون اون اتفاقاتی که در دهه 60 و 70 افتاده بود فضا کاملا متفاوت بود. من یعنی ندیدم آدمی که در دهه 60 و 70 تونسته باشه یک زندگی به اصطلاح متعارفی رو به لحاظ اجتماعی داشته باشه به خاطر محدودیت ها. فقط در مقطعی، یعنی سالهای میانی دهه 80 تا زمانی که من از ایران بیرون اومدم، یعنی انتخابات 4 سال پیش، فضا به این سمت میرفت که نهادهای امنیتی قدری خردگرایانه تر عمل میکردن، یعنی تلاش میکردن با توافق یا با استحاله شخصیت افراد فضایی رو ایجاد بکنه که اگر اینها برگشتن به محیط دانشگاه ضرری نداشته باشن یا آشوبی رو ایجاد نکنن. به این با این شرط به اصطلاح میتونستن برگردن به تحصیلشون
به اصطلاح ادامه بدن یا سر کار برن. اما من از وقتی که ایران اومدم به طور مستقیم این افراد رو به اصطلاح ندیدم، ولی دوستانی که دارم شنیدم که فضا بدتر شده، یعنی نهادهای امنیتی تحت نظارت دولت آقای احمدی نژاد و بعد از تسلط سپاه بر نهادهای امنیتی کشور، باز اون دیده دهه 60 یعنی محدودیت 100% و حذف افراد به اصطلاح دگراندیش از جریان اجتماعی به این شکل که حتی عادی و عرفی که به اصطلاح شما مد نظرتونه، باز دوباره بیشتر شد. خب بعد چه اتفاقی برای اینها میفته وقتی که اینها حالا یکی از نظر مالی هست، به دو مسئله دوست دارم اینجا ازتون بپرسم. یکی از نظر مالی هستش، همونطور که گفتم اگه واقعا خرج خانواده‌شون رو باید بدن، و یکی دیگه از نظر روحی این مسئله اینه که نمیتونن به کاری بپردازن، زندگیشون رو اداره بدن. خب میدونیم که از نظر روحی در خود زندان خیلی اتفاقا براشون میفته و بعد اینا وارد جامعه میشن و اون مسائل همراه شون تو ذهنشون میاد. نخست از نظر روحی و رفتارشون با خانواده و دوربریا آیا عوض میشه، یا اینکه بقیه رفتارشون با این زندانی سیاسی عوض میشه؟ ببینید، به طور قطع زندانی که بیرون میاد اجتماع دو برخورد داره، هم قدردانه و هم نگران از ارتباط با اینجور افراد به خاطر تمرکز نهادهای امنیتی بر زندگی شخصی این آدم ها. به طور مشخص برای خودم هم این اتفاقات افتاده بود، یعنی من وقتی که از زندان، البته من زندانم تموم نشد، من فرار کردم، بین مرخصی از زندان فرار کردم بعد از 8 سال که به اصطلاح زندانم گذشته بود فرار کردم، ولی زمانی که بیرون اومده بودم آدم ها دو تا نگاه داشتن. این نگاه برای دیگر آدم هایی هم که زندان بیرون بودن غالب بود، یعنی صرفا تجربه شخصی من نبود، برای دیگران هم بود. برخی از آدم ها سعی میکردن که خب دیدگاه های مخالف حکومت داشتن، علنی هم میکردن و ترسی نداشتن، ارتباطشون رو قوی تر میکردن. تعدادی آدم ها خیلی محدود سعی میکردن حمایت بکنن، به اصطلاح هم به لحاظ عملگرایانه هم به لحاظ عاطفی و فکری. تعداد این آدم ها کم بود و اینا معمولا سعی میکردن زندانیانی که از زندان بیرون مثل من یا کسی دیگه بیرون میومدن رو با استفاده از شبکه ارتباطی که دارن براشون شغل پیدا بکنن، کار پیدا بکنن و حمایت مادی معنوی بکنن. یک طیف وسیع‌تری هم بود که اینها به اصطلاح عوام، بیشتر طبقه عوام بودن، کسایی بودن که یک جورایی هم قدردان به اصطلاح اون اقدامی که زندانی سیاسی بابتش زندانی شده به اصطلاح بودن، اما میترسیدن، یعنی ارتباط برقرار نمی کردن، فرار می کردن و یک در واقع تناقضی بین رفتار و اون چیزی که به اصطلاح مدعی بودن وجود داشت. این اتفاق خیلی بده، برای اینکه شما وقتی از زندان بیرون میای، خب به طور مشخص برای خودم، من نه قتل کرده بودم، نه اختلاسی کرده بودم، نه تجاوزی کرده بودم، نه خب من زندانی بودم که دانشجو، انتظاری که از جامعه داشتم که از من فرار نکنه، چون که من نمیخواستم برم با این آدم ها کار سیاسی بکنم یا دعوتشون رو نمیخواستم بکنم به یک عملی که باعث دستگیریشون بشه، ولی خب این آدم از من فرار میکرده و به ظاهر مثلا سعی میکرد ظاهر خودش رو، ولی در اصل از من فرار میکرد. این یه بار فکری برای من ایجاد کرده بود که من خب من چیکار کردم که این از من فرار میکنم. با دوستای دیگه هم صحبت میکردم همین مسئله رو به اصطلاح داشتم، یعنی تناقض رفتار آدمایی که داشتن. بود مادیش هم بود مالیش هم همین چیزی که شما میگه، آدما به هر حال از یه زندانی سیاسی که از زندون میره قبلا شغلی داشته و یک تخصصی داشته، حالا قراره بره تو اون حوزه تخصصیش کار بکنه. کم پیش میاد که یه جایی پیدا بشه که اون حوزه تخصصی داشته باشه و از این نگاه های ترس آلود نداشته باشه، حاضر باشه اون آدمو بپذیره. یه روز، دو روز، دو تا رفیق، سه تا رفیق کمک می‌کنه، ولی بعد از اون دیگه شما باید واقعا رو پای خودت وایسی. خیلی‌ها مجبور میشن شغلاشون عوض بکنن و از صفر شروع بکنن، یا برن دنبال یک چیزی که چند لول، شغلی که چند لول پایین‌تر از اون شغلی بود که اینا قبل از اون داشتن. اینا آسیب‌های اجتماعی که به اصطلاح از ناحیه جامعه به زندگی سیاسی وارد میشه. ازتون خیلی خیلی سپاسگزارم که به این مسائل دارین
اشاره میکنین، دلیل این مصاحبه هم شاید به نوعی برای اجتماع ایران هستش که بیشتر اگر مسئله دولت رو ما کاملا، جمهوری اسلامی رو کاملا بذاریم کنار، مسائلی که باز کنیم، این مسائلی که زندانیان سیاسی باهاش مواجه هستن، به خصوص از مسئله شاغل بودنشون رو، و شاید کلا مردم بیشتر به کمک اینا بشتابن و یا دیدشون رو یه خورده متفاوت کنن، چون که همینطور که شما دارین بهش میپردازین و میفرمایین، پس از زندانی بودن، حالا اون مسائلی که پس از زندان هم اینها کلن زیر ذره بین هستن و همینطور که شما میگین با دوست و آشنا و حتی دوست و آشناها هم باهاشون مشکل تر میتونن ارتباط برقرار کنن، اما این مسئله مادیشون یک مسئله مهمی هستش. و این مسئله مادی چه تأثیری میتونه روی زندگی این اشخاص بذاره، با خانوادهشون، با زن و بچهشون؟ آیا مثلا دیده شده که خیلی این خانواده ها به خاطر این مشکلات از همدیگه بپاشن؟ قطعاً بپاشد که من کم دیدم بپاشه تو خانواده زن، ولی دیدم که این اتفاق افتاده، بی نظیر نیست، اتفاق افتاده. من نمونه مثال دارم، ولی نه به اون دامنه و وسعتی که هست. اما چیزی که شایع‌تر از اونه به هم خوردن روابط سالم خانواده است. حالا همسر خانواده، چه مرد چه زن، تا حدی به اصطلاح کنترل خانواده، مدیریت خانواده در نبود همسر کار مشکلیه. اینها رو به لحاظ اعتقادی ممکن انجام بده، ولی بعد از اون دچار یک وضعیت فرسایشی میشه و خانواده مجبور چیزی رو تحمل بکنه که حقش نیست. یعنی اگر که ما طبق قانون جمهوری اسلامی اگر یک جرم سیاسی اینقدر محکومیت داشته باشه، خب خودم خیالش راحته، من این کارو کردم میرم زندون، من اینقدر میکشم، این قابل فهمه که قانون اینو تعیین کرده. ولی اینکه از اجتماع بخواد به خاطر ترس اجتماع ترد بشه، این در بلند مدت روح و روان خانواده رو به هم میپاشه. من دوستی داشتم که نام نمیبرم، ایشون توی یک آژانسی کار میکرد، بعد که اومد بیرون از آژانس، عذرش خواستن، اومد بیرون و کار پیدا نمیکرد، و چیزی که یعنی خجالتی که جلو دوتا بچهش میکشید بسیار فراتر از اون چیزی بود که من دیدم در زندان اینو آزار میداد، فقط برای اینکه نمیتونست کار پیدا بکنه، برای اینکه میترسیدن، برای اینکه یکی از حالا شاید خنده‌دار باشه، ولی یکی از دلایلی که میترسیدن، مثلا اون دوره‌ای که ایشون زندان بود، ما محدود رسانه‌های خارج از کشور داشتیم که میپرداختن، نام زندانیان می‌آوردن، به خاطر محدود بودن اینها و دسترسی نسبی مردم به داخل رسانه‌ها، عموماً آدم‌ها بلافاصله مطرح می‌شدن. تو شهر اسم این آدم مطرح شده به عنوان زندانی سیاسی و همه هم می‌دونستن که این آدم چیه، و هر جا که میرفت، یعنی کاملا رفتار این درد دل اون دوست من بود که برابر میکرد، و هر جا که میرم اول سلام علیک عادی رو، ولی میبینی که طرف میخواد یه جوری تو بری و زیاد بیشتر از این نمونی پیشش، و تو چشای آدم میدیدی که خدا خدا میکرد که ازش چیزی نخواهی، کمکی نخواهی. اینا آدم رو عذاب میده، برای اینکه من برای خودم میگم، برای خودم همین اتفاق افتاد، و یکی از دلایل این که من در ناخودآگاه من، یعنی دلیلی که من تصمیم بگیرم بر مبنای اون، نه، یکی از دلایلی که من راحت تر از ایران تونستم فرار بکنم همین رفتار مردم بود، و تو بعدها فکر میکردم تو زمین ناخودآگاه هم این بود که برم یه جایی که هیچ که منو نشناسه، برم یه جایی که من رو به خاطر گذشته که گذشته تاریک هم نبود قضاوت نکنه و رفتار آیندهشو با من بر مبنای اون تنظیم نکنه، برم جایی که از من نترسه. اینا نمیشد، اینا رو همون مسابقه اولی که از ایران آمدن بیرون تو مسابقه نمیشد زیاد مطرح کرد، به خاطر نوع نگاه مردم و به خاطر نوع سوالایی که تو مقطع به اصطلاح پرسیده میشد، ولی اینا واقعیت بود، واقعیت بود که یکی از دلایلی که من راحت تونستم فرار، راحت که نه، سخت بود، یعنی قانع شدم بر مبنای اون که بتونم فرار بکنم، این بود که جایی بودم که مردم بیدلیل از من میترسیدن. این که ما مصاحبه رو ادامه بدیم و از ایران بیایم بیرون به عنوان شخصی که تمام این مشکلات رو توی ایران باهاش مواجه بودی و دست و پنجه نرم کردی پس از زندان و این چیز، کلن این مسئله که الان به تصویر کشیدی، چه گفته‌ای داری برای مردم تو ایران در برابر رفتارشون با زندانیان سیاسی که آزاد میشن؟
ببینید زندان سیاسی به اون شکلی که این دسته از مردم که من داشت صحبت کردم فکر میکنن خطرناک نیستن و تجربه من اینه که نهادهای امنیتی اتفاقا خیلی راضی هستن که اجتماع اینا رو سریعتر بپذیره و در درون خودش هضم بکنه، برای اینکه وقتی شما میری یک شغلی میگیری درس این والو ملحق میشید به جامعه و هضم جامعه میشید و این حذف شدن باعث میشه شما کمتر برگردی به دنیای سیاست. این اصلا خاص نهادهای امنیتی، برابری این تجربه من اینو میگه در این مدتی که به اصطلاح درگیر این داستان بودم. برابری جایی برای ترس وجود نداره از پذیرش یک زندانی و حالا یک زندانی هم زندانی سیاسی هم که بیرون میاد اخلاق حکم میکنه، این آدم به هر حال منافع شخصیشو در مقطعی کنار گذاشت و منافع جمع رو در نظر گرفت. حالا ممکنه به ثمر رسیده باشه نرسیده باشه یا ممکنه اصلا مسیری که رفته باشه اشتباه رفته باشه، یعنی مسیر خوبی نبوده باشه، ولی انگیزه این فرد مهمه که منافع شخصیشو کنار گذاشت و منافع اجتماع رو در نظر گرفت برای رشد و سعادت بشر. این حداقل قدردانی رو میخواد. حالا قدردانی نه این معنی که شما برید پول و این آدم بپردازید یا هر چی، همینقدر که شما اجازه بدین این آدم به زندگی عادیش برگرده و مثل آدم عادی زندگی بکنه، این حداقل احترامی که میشه به اصطلاح قائل بود. بنابراین من خواهش میکنم که رفتار این دست از هموطنانی که نگران ارتباط با زندانی سیاسی هستن جوری باشه که زندانی سیاسی رو آزرده و شکسته دل نکنه. در بخش دوم گفتگومون با آقای احمد باطبی میپردازیم به زندگی زندانیان سیاسی پس از مهاجرت این اشخاص از ایران به خارج از کشور. با ما همراه باشید. توی دنیا هر کسی فکر و هر کی رأی داره رأی خونده میشه قصه‌ای نداره، اما توی این خاک رای بی‌اعتباره. اما امروز رای کل مردم سرنگونی توست، این زمین و باید از وجود تو شست، رای کل مردم سرنگونی توست. بالا بری رای نمیدم، پایین بیای رای نمیدم، به قاتلا رای نمیدم، من رای نمیدم. حکومت دین رو نمیخوام، روسیه و چین رو نمیخوام، تا روز انتخاب آزاد من رای نمیدم. عمریه خون منو تو میکنی تو شیشه، هر سال دو رنگی و تقلب میشه. آخوندک دیگه رای نمیدم، روز خون دیگه رای نمیدم، دروغو دیگه رای نمیدم. 30 سال فقط دروغ و نفرت کاشی، هیچ جا واسه ملت آبرو نگذاشتی. نمیدم دیگه رای نمیدم، بابا جون دیگه رای نمیدم، بهتون دیگه رای نمیدم. تو میخوای غم بشینه روی دلم، ولی من شادم، ولی من شادم. میخوای هر لحظه ببندم بکشی، ولی آزادم، ولی آزادم. رای نمیدم هرگز، رای نمیدم من هرگز، رای نمیدم هرگز، رای نمیدم من هرگز. تو میخوای عشق منو در بیاری، ولی من هر دم به تو میخندم. میخوای این خاکو هزار تیکه کنی، ولی من راهو به تو میبندم. رای نمیدم هرگز، رای نمیدم من هرگز، رای نمیدم هرگز، رای نمیدم من هرگز. رای نمیدم
جان پارسال پارسال نه پیارسال نه از این چهار سال پیش بود همین چهار سال پیش بود همین چهار سال پیش بود رفتم رفتم به شما رای دادم بحر امیدی 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 اما اما دیگه این تجربه شد تا آخر اون به آدم گشارای نمیدم به جمهوری اسلام دیگه من رای نمیدم به جمهوری آخون دیگه من رای نمیدم از مرگ و آزار سلطان این خاک همه مرد و ماشن فرقی نداره کدوم خطه باشن باز جون میگیره از این مردم شاد ایران آزار در بخش نخست گفتگو با احمد باطبی پرداختیم به زندگی زندانیان سیاسی پس از آزاد شدن در ایران و اما در اینجا از شما دعوت میکنم به ادامه این گفتگو توجه بفرمایید. خب آقای باطبی حالا از ایران میایم بیرون و اون زندانیان سیاسی بسیار داریم زندانیان سیاسی که کشورشون رو ترک میکنن از ایران میان بیرون و در کشورهای مختلف اروپایی یا آمریکایی و نقاط مختلف حالا اینها بهترش نقاط دیگه داریم در ترکیه و کشورهای دیگه که تقاضای پناهندگی میکنن زندگی اینها به چه صورتی پیش میره؟ ببینید شما وقتی که مهاجرت میکنید وارد دنیای دیگری میشه که از صفر باید شروع بکنید در بهترین حالت یعنی شما اگر برین پناهندگیتون پذیرفته بشه یا کسی باشه که به شما کمک بکنه یا جایی که میرید دوستی آشنایی یا حتی یک آدم غریبی پیدا بشه که دست شما رو بگیره شما هنوز باید زندگی بکنی که تازه به صفر برسید برای اینکه شما وارد جامعه میشه که نه میشناسی فرهنگا نه زبان میدونید نه شغلشو میدونید نه رفتار اجتماعیشو میدونید تازه باید اینقدر تلاش بکنیم به صفر یک اجتماع به اندازه یک آدم نقطه صفر اون کشوری که توش زندگی میکنیم برسیم برای خیلی موضوع مشکل تر از اون چیزی که فکر میکنیم خیلی از هموطنان ما فکر میکنن که صرفا فرار کردن مهمه آمدن بیرون مهمه و میتونید زندگی خوبی رو برای خودتون بسازید تصورشون درسته وقتی که از ایران بیرون میانید شما و وقتی میان یک کشور دیگه به اصطلاح زندگی میکنید طبعا آزادی بیشتری دارید اون چیزهایی که کشور مادریتون به شما نداده رو شما به دست میارید ولی خیلی چیزهای دیگه رو از دست میدید که برای اینکه بتونید اونا رو به دست بیارید به نقطه صفر برسید که تازه اونجا بخواید زندگی رو بسازید یک راه سخت و به اصطلاح دشواریه چیزی به دست میارید چیزی رو از دست میدید برای من هم همین بود من تو کشوری اومدم که هیچ چیش رو نمیدونستم و نه فامیلی داشتم نه خانواده ای نه کسی که بتونه بهم کمک بکنه به اون شکلی که به اصطلاح بود این میگم اگه جزئیات بپرسیم بهتون توضیح میدم ولی واقعا یک دنیای دیگه است یعنی شما تو یه جمله بهتون میگم یکی از سخت ترین کارها در زندگی اینه که شما ناخواسته یا خواسته یا مجبور بشید به جایی برید که هیچ خاطره ای از اونجا نداری
یعنی هیچ چیزی شما رو یاد هیچ چیزی نندازه. گفتن این حرف خیلی ساده است، ولی وقتی تو موقعیت قرار میگیرین یک ترسی درون شما رو میلرزونه که تازه متوجه میشین من چی دارم میگم. بنابراین زندانی سیاسی که بیرون میاد تازه یک بحران دیگه ای رو داره برای اینکه بتونه آیندهش رو بسازه. زندانی سیاسی برای اینکه من شخص خود شما رو به یاد دارم، اون موقعی که تازه از ایران اومدین، دقیقا همون موقعی که وارد آمریکا شدین، من شانسو داشتم که حضورم با شما آشنا بشم و به یاد دارم اون موقع. از این تنهایی که شما دارین صحبت میکنین بهش میپردازین رو به یاد دارم. چجوری میدونستی که به کی میتونی اطمینان کنی؟ خیلی مهمه، نه؟ نمیدونستم که میتونم به کی اعتماد بکنم. احمد خانم، شما از اولین دوستان من در این کشور بودید، یعنی جز اولین آدمایی بودید که من با شما دوست شدم. و حالا یک مصاحبه است که شما میخواین از زبان من برای بیننده ها اینها رو بشنوید، ولی خود شما میدونستید که من چه وضعیتی داشتم و من چقدر از اعتمادم به محیط اطراف صدمه خوردم، چقدر آدم هایی که هموطنانی که متاسفانه تلاش کردن که یک سودی، یک منفعتی از به اصطلاح اون موقعیتی که من در اون مقطع ازش آمده بودم ببرم. و دوست ندارم در موردش زیاد صحبت بکنم و خوشایندم نیست، ولی اگر بپرسین جوابتون قطعا خواهم داد، ولی خواهش میکنم نپرسید. میدونید دیگه همه چه اتفاقاتی برای یک آدم ممکنه بیفته. خیلی کوتاه، اگه من با پروانه شما، با اجازه شما، خیلی کوتاه به این مسئله میپردازم، به اون چیزی که من به یاد دارم. نخست همه میخواستن احمد باطبی رو باهاش مصاحبه کنن، حرفای نشنیده رو اونها میخواستن از دهن احمد باطبی بشنون و منعکس کنن. خب این یکیش بود که من یادمه. همه می اومدن سراغت و مسائل دیگه که واقعا از این مسئله اطمینان کردن و به کی میتونستی اطمینان شما بکنید، به کی میتونستی اطمینان نکنید. خب همین این، چون واقعا چاره ای هم نداشتی، کسی رو نمیشناختین تا مشخص بشه، برای همه ماها اینطوریه، خب برای شما خیلی بیشتر. همطور که گفتی نمیریم به سراغ اون داستان ها. خوشحالم که الان 4 سال گذشته و در پایان میخوام اینو بپرسم، امروز احمد باطبی 4 سال پس از اقامتش در خارج از ایران تو فکرش، تو قلبش چی میگذره؟ من تو کشوری زندگی میکنم که کشور انگلیسی زبانه و فرهنگ خاص خودشو داره. طبعا میباید جزوی از این جامعه بشم برای ادامه زندگی، برای اینکه بتونم ارتباط برقرار کنم، بتونم شغل داشته باشم، بتونم آینده‌ای داشته باشم در این کشور. پس بخشش به روزمرگی زندگی آمریکایی میره، فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی محلی که تو شهری که زندگی میکنم، فعالیت سیاسی این شهری که توش هستم و دوستان آمریکایی که دارم، ارتباطات تفریحی، ورزشی، تحصیلی، این چیزایی که به اصطلاح دارم. تلاش کردم که ادامه تحصیل بدم. میدونی که در آمریکا حتما باید آدم کار بکنه و دوستان ایرانی بهش میگن امریکار، نه آمریکا. بنابراین ناگزیر آدم کار بکنه و درس خوندن در این شرایط خیلی سخته. من کامپیوتر ساینس میخونم، علوم کامپیوتر میخونم و بخش دیگری از زندگیم ایرانه. ما به اصطلاح سازمان حقوق بشری داریم به نام مجمع فعالان حقوق بشر در ایران که این سازمان چند سالی است که کار میکنه. گزارشگری نقض حقوق بشر، اطلاع رسانی، ارتباط با نهادهای حقوق بشری بین المللی، سازمان ملل، یه جایی که به اصطلاح نیاز به این به اصطلاح چیز دارن، و کار رسانه‌ای من در مدیاهای، در رسانه‌های، برخی رسانه فارسی و رسانه های انگلیسی زبان کار میکنم به لحاظ اطلاع رسانی و آنچه که در ایران میگذره، و در کنارش هم برخی از ارتباطات سازمان یافته ایرانی های مقیم شرق آمریکا در مورد مسائل ایران، اگر تجمعی باشه، کنفرانسی باشه، و ارتباط با تینک تنک های آمریکایی برای مشاوره و اظهار نظر و عموم زندگی، یعنی بخت زندگی من به اینجور چیزا میره.
حالا اگر باز جزئیاتی بخواین میدونم که البته در کنار همه اینا علاقت به موسیقی و عکاسی هم این دو هنر زیاد هستش. عکاسی که شغل من یکی از منابع درآمد من عکاسی حرفه‌ایه. موسیقی هم که تفریح دیگه، سازی و یه دوست آگاه بوده دور هم جمع میشیم، یک بنده کوچیکی داریم، یک گروه کوچیکی داریم با هم کار میکنیم هستیم. بله. خب خیلی پرسش ها هست، خیلی گفته ها هست که میشه با احمد باطبی با شما در موردش گفتگو کرد. حرف برای گفتن زیاد دارین شما آقای باطبی، این رو من میدونم، ولی به پایان برنامه رسیدیم، زمان نداریم. اما فقط در اینجا میخواستم ازتون یه قولی بگیرم که اگر اشکال نداشته باشه باز هم در آینده گفتگوی داشته باشیم و به دیگر مسائلی که میدونم شما بهش میپردازیم، به خصوص مسائل اجتماعی ایران، در مورد اونها بیشتر صحبت کنیم و یه خورده بیشتر وارد اون مسائل از نزدیکتر بشیم. چشم الهام خانم، شما ارادت دارم خدمت شما، شما اگر بفرمایید من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، ازتون خیلی خیلی سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه نبض نسل نو و به امید دیدار شما در این برنامه. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. این روزها همه در مورد 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دارن گفتگو میکنن. یه فیلمی هست، یه بخشی از یه فیلمی هستش که این رو با هم نگاه میکنیم، برمیگردیم. میخواهید عزت و شکوه و مجد و عظمت به همه ایرانیان برگردد؟ اگر میخواهید ریال ایرانی به جای اول خود برگردد، اگر میخواهیم گذرنامه ایرانی به احترام خود برگردد، پای صندوق آرا بشتابید. خب در این قسمتی که دیدیم یه پرسشی برای من پیش اومد و اون هم این بودش که آقای روحانی وقتی در مورد ریال و گذرنامه ایرانیان و همچنین کلن ایران و ایرانی صحبت میکرد و اشاره کردن که این ریال و گذرنامه به ارزش پیشینش برمیگرده، منظور ایشون از پیشین کی بود؟ آیا پیش از انقلاب جمهوری اسلامی و پیش از سال 57 و یا اگر منظور ایشون پس از سال 57 در چه زمانی؟